دیسک کمر چیست؟ در ستون فقرات بدن انسان بین مهره های کمر بالشتک های ژلاتینی یا صفحات از جنس غضروف قرار دارند که به آنها دیسک گفته می شود و واضحاً در کمر به آنها دیسک کمر گفته می شود. دیسک کمر یا به عبارت صحیح‌تر فتق دیسک کمر که به انگلیسی لامبر دیسک هرنیشن گفته می شود. همراهان گرامی سلام، لطفاً ویدیو رو تا آخر تماشا نمایید و همچنان کانال استار میدیا رو سابسکرایب کنید تا ادامه موضوع دیسک کمر رو در ویدیوی بعدی ببینید. انسان دارای 5 مهره کمر است که در پایین آنها نیز استخوان مثلثی شکل به نام استخوان خاجی و پایین تر از استخوان خاجی استخوان دنبالچه قرار گرفته است. بنابراین در ناحیه کمر تعداد دیسک های بین مهره‌ای 5 عدد می باشد. وظیفه اصلی دیسک ها در ستون فقرات بدن انسان ضربه‌گیر بودن آن است. به عبارت دیسک ها فشارهایی را که به ستون فقرات وارد می شود را جذب می کند و همچنین کمک در بهبود حرکت بین مهره ها را می نماید. بنابراین همه افرادی که دیسک کمر دارند و منظور این است که فتق دیسک کمر یا بیرون زدگی دیسک کمر دارند. البته دیسک کمر یکی از صعب العلاج ترین بیماری های ستون فقرات می باشد که در عین حال قابل درمان است. دیسک کمر از چه جنس ساخته شده است؟ در کمر افراد ساختار ژله‌ای شکلی وجود دارد که عمدتاً از آب و کمی پروتئین دیسک کمر را تشکیل می دهد. معمولاً تصور افراد از دیسک کمر کمردردهایی است که بسیار دردناک بوده و مانع فعالیت‌های روزانه می شود. ولی در واقع دیسک کمر بیماری هزار چهره است و از درد شدید تا یک بی‌حسی کوچک در پا ممکن است به صورت متغیر علائم خود را نشان دهد. بنابراین همانطوری که عنوان شد، بیماری دیسک کمر در حقیقت به طور رایج به فتق دیسک کمر با پارگی لایه احاطه کننده یا بدون پارگی و صرفاً برآمدگی لایه اطلاق می شود. بیماری دیسک کمر هم در مردان و هم زنان تقریباً با شدت مساوی مشاهده می شود. بعضی از منابع معتقدند در مردان 30 تا 50 ساله فتق دیسک کمر کمی بیشتر دیده می شود. ولی ما در کلینیک تقریباً به طور مساوی با شیوع برابر دیسک کمر در زنان و مردان مواجه هستیم. متاسفانه ما روز به روز با سونامی افزایش شیوع و کاهش سن ابتلا به کمر درد به علت دیسک کمر مواجه هستیم. به گونه ای که حتی در کلینیک ها جوانان در رده سینی 14 تا 20 سال با کمردرد هایی که به علت فتق دیسک کمر روی داده روزانه مراجعه می کنند. عکس دیسک کمر، همانطوری که در شکل سمت راست مشاهده می کنید، بیرون آمدن ماده ژله‌ای داخل دیسک کمر عصبی که از کنارش رد می شود را تحریک می کند. این در واقع همان پارگی دیسک کمر می باشد. مجموعه چند ریشه عصب که توسط دیسک های کمر تحریک می شوند موجب تحریک عصب سیاتیک ناشی از دیسک کمر شده که به آن درد سیاتیکی یا کمردرد سیاتیکی می گویند. بنابراین در بسیاری از موارد دیسک کمر و سیاتیک به نوع مطرح کننده یک بیماری هستند. انواع دیسک کمر بر اساس MRI: Dehydration، دیسک بسیار خفیف، Bulging، دیسک کمر خفیف، Protrusion، دیسک کمر متوسط و Extrusion، دیسک کمر شدید. علائم دیسک کمر: درد موضعی در ناحیه کمر که در بسیاری از بیماران ممکن است وجود نداشته باشد. درد انتشاری در پاها به عنوان یکی از مهمترین علائم دیسک کمر مطرح می باشد. احساس ناتوانی یا گرفتگی در پاها و خصوصا درد پشت زانوها. بی‌حسی و ضعف عضلانی، احساس گزگز و مرمر و خواب رفتگی در پاها، احساس سوزش عضلانی، سوزش و درد کف پا. شایان ذکر است علائم اولیه دیسک کمر در اغلب افراد ضعف عضلات ناحیه کمر و شکم است. به دنبال آن دیسک ضعیف شده و به دنبال یک حادثه جابجا شده و با فشار به اعصاب موجب بروز کمر درد و درد ساق پا و ران می شود.
بسیاری از بیماران که دچار گزگز و مرمر در پاها می باشد، ابتدا به بیماری MS شک می کنند. در حالی که خواب رفتگی پا بیشتر به دلیل تحریک ریشه عصب توسط دیسک کمر می باشد تا بیماری MS. در بیماری MS بسیاری از علائم از جمله ضعف دومنی بسیار بارزتر از بی‌حسی و از گزگز پاها می باشد. دیسک کمر ممکن است موجب کمردرد بسیار شدید شود، ولی خصوصا در موارد مزمن ممکن است اصلا کمردرد هم نداشته باشد و فقط علائم درد باسن و درد ساق کناره پا ایجاد کند. بسیاری از بیماران سابقه کمردرد را دارند، ولی ممکن است این درد مربوط به گذشته هایی باشد که براحتی آن را نتواند به دیسک کمر و درد ساق و کف پای خود ارتباط دهند. علائم دیسک کمر پیشرفته شدید و پارگی دیسک کمر. علائم بیمار با دیسک کمر شدید و پیشرفته ممکن است از درد شدید کمر و با انتشار به باسن و پاشنه شکایت داشته باشد و بی‌حسی پاها و بی‌قوتی پاها و کاهش تمایل جنسی، اختلالات ادراری مانند کاهش یا تند شدن ادرار ممکن است از علائم دیسک کمر شدید باشد. دیسک کمر خفیف و یا دیسک کمر متوسط هم اگر درگیری زیادی روی عصب ایجاد کند می توانند علائم فوق را ایجاد کند. توجه کنید که هرچند یکی از معیارهای شدت دیسک کمر در MRI می باشد، ولی صرفاً شدت درد بیمار با شدت MRI یا نوار عصب بیمار ممکن است در ارتباط نباشد. یعنی دیسک خفیف کمر مثلا درد شدید بدهد. ارتباط دیسک با درد پاها و علائم دیسک کمر در پاها. گاهی به دلیل فشار ناگهانی که به ستون فقرات وارد می شود، دیسک نیز از جای خود خارج شده و باعث اعمال فشار بر ریشه های عصبی که از آن خارج می شود. فشار دیسک با احساس کمردرد و سوزش در پاها ممکن است همراه باشد. علاوه بر آن ممکن است آن احساس درد دیسک کمر با احساس گزگز و بی‌حسی در پاها و درد پا و ساق را نیز همراه داشته باشد. درد دیسک کمر به کجا می زند؟ تأکید می کنم در برخی مواقع فتق دیسک کمر دردی در کمر ایجاد نمی کند، ولی دیسک باعث ایجاد درد پا و درد در ناحیه ساق پا و یا ران فرد می شود. بنابراین ممکن است دیسک عامل ایجاد درد پا و درد در ران و ساق پا و باسن حتی کشاله ران باشد، ولی منشأ اولیه درد در کمر بود. تشکر از توجه و همراهی شما. لطفا نظر دهید، لایک و سابسکرایب کنید.